این سر این چهارراهه هست یه دونه ملک کلنگی بزرگه. بله بله. دو نبشه. بله. اینم بخرینش، این ملک خوبیه. چشم. اون زمین بزرگر هم قبلا بهتون گفتم دیگه. بله بله. باشون وارد صحبت بشین، ببینین صاحباش چند نفرن، چند میگن، به درد برج‌سازی میخوره اون. بله. زمینای شمالو خریدین؟ خریدم. سند مهرموم شده رو میزتونه، امروز لطفاً امضا کنی. آه. ای وای کاپیتان، کاپیتان چند خون سردیتون رو حفظ کنم بابا، من با قید زمین نشستم میترسم و میدونین جان. چی شد بابا مردی؟ بفرمایین. به 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 بکشم. آی آره بکش، مردی. خیلی خوب. چرا با ایسادی؟ نمیشینی؟ آن چشم بخشید. احمد جان چه طرز غذا خوردنه؟ چرا هرد میکشی سر و صدا میدی بابا؟ خود گفتم دو نفری هستیم راحت. دو نفری هستیم، من آدم نیستم؟ چقدر من باید به تو غذا خوردن یاد بدم؟ زیشته بابا، دیگه سنی ازت گذشتی. ببخش. امروز بگو کیه دیدم؟ شوهره رو. چه جالب، چند روز پیش من نیما رو دیدم. مرگ من. آره. با کی بود؟ تنها بود، سلامتیک نکردیم، با ماشین از بغل هم رد شدیم. تو رفیقشی میخوای لو ندی؟ زن دختره کسی چیزی؟ نه نه مطمئنم، تنها بود، تو ماشین دیدم. فهمیده که چی شده؟ زیر سر آقا نیما بلند شده، شهرم مچشو گرفته، یه موبایل دیگه ازش گرفته، همه چی لو رفته. الانم رفته درخواست طلاق داده، مهریشم گذاشته اجرا، پدرشم داره در میاره. ای جونم خوشت اومد؟ نه نه منظورم این بود، ای جونم به شهره که حال نیما رو گرفت. مردی که خیانت میکنه زیر سرش بلند میشه، باید کشتش. دقیقاً. همش تقصیر این فضای مجازی و این چه شبکه‌های اجتماعی و این بند و بساطی که راه انداختنه دیگه، همه خانواده و همه چی داره میپوکه به خدا. والا به خدا اگه من بفهمم تو یک موبایل دیگه داشته باشی، من میدونم تو. من میخوام چیکار؟ این موبایل بهترین موبایله، چراغ قوه هم داره، یه موقع نور رفت برق رفت داری بود پام گله هم نیفته. من میخوام فقط باش صحبت بکنم، اونم با تو دیگه. موبایل پیشرفته نمیخوام. داره به من تیکه میندازی؟ بدبخت. اینو من برای خودت میگم، این موبایل ها رو هیچ کارش نمیتونن بکنن، نه کنترل میشه نه رادیو میشه، هیچ چه نمیشه. ولی موبایل جدیدا همه کار باش میکنن. به خوشمزه شونه. بحثو عوض نکن. احمد بفهمم با دوستای دیگه معاشرت میکنی، ورزش میکنی، کوه میری، جلسه میری، با آدمایی که من نمیشناسم. من بفهمم، من میدونم. اینجا چه خبره؟ نمیدونم مهندس، اتحاد زلزله اومده. باریک شد، باریک شد، باریک شد.
سلام آقای خندون، ببینم باریکشن باریکشن آفر دیوارو تو ریختی؟ زلزله اومده آره؟ اخراج تو برو بیرون بینم بیا بیرون بیا بیرون بینم بودو 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 بینم اخراج برو چند کارگر دیگه برو اخراج بینم بودو بینم برو خودت هم اخراج زرزر نکن برو بینم برو بینم اخراج برو بینم داری چی کار میکنی؟ عشقم دارم آشپزی میکنم دیگه. چقدر جالب. فکرم داری آموزش نقاشی میدی به کودکان 8 تا 12 سال. دارم آشپزی میکنم. چقدر نمک میریزی، نمک نریز. عشقم فکر کردم میگید خوشمزوازی دارم، بچه همون انقدرم به من بره دیگه نمک نمک میشه. میدونی من تو اصلا حرف همو نمیفهمیم، انگار هر کی تو زمین خودش گل میزنه. عشقم من که گل زن نبودم که، من دفاع یارکوب بودم. دارکوب؟ یارکوب، یار. کاش گوشکوب بودی حداقل آشپزی سرت میشد. حالا چرا اینقدر چسبیدی به اون گاز؟ عشقم تلویزیون نیست که کنترل راه دور داشته باشه، بعد بالا سر غذا باشی تنه گیره قشنگ جا بیفته. ببین الان این مایش درست شد، الان یک ذره میارم یه تستی نه. بکن. قربونت. مگه میشه؟ برای شما دارم درست میکنم. نمیخوام. بابا داری میریزی همش. بفرمایید بفرمایید. چیکار کردی؟ گند زدی؟ ببین چه افتضاحی به بار آوردی. حالا وایسادی چه تماشا میکنی؟ ببخشی. یالا جمع کنیم گند و سارا. الان تمیزش میکنم. بزن حالا که زدی بزن اون بر اون بر اونجا اونجا نه 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 اینجا نخلی. وای خدای من دست تو چیکار کنم؟ دیدی تمیز شد؟ مامان دبای رو فرشی رو میذاره تو تاستر. خب معلومه که تو همینجوری میشی. من نمیفهمم بابای من با این همه ثروت و مکنت چرا من داد به این گوشگو. یار یار وایسا برم یه نوع دیگه بیارم به تست بکنم. امروز رئیس میاد بزن یار کنم. بفرما شعری بابت چیه عزیز؟ تولد زهره خانم. مبارک باشه. خواهش می‌کنم. مگه امروز امیر خان نمیاد؟ نه بابا تصادف کرده. بابا اشغاله دیگه. اشغاله. اشغاله. آره صفایه. سلام بابا. من اشغالم. آره بابا. اینجا چیکار می‌کنی؟ نگرانت میشه خفت میکنم الان. بگو اینجا چیکار می‌کنی؟ نگران دیر کرد نگرانت بودم آقا. تو نگران من بودی؟ بله آقا. وای به حالت اگه دروغ بگی. از طبقه چهارم پرت میکنم پایین. عزیزم امیر نمیشنوی؟ نه داشتم غذا درست میکردم آخه. این چیه برای من خریدی؟ ماشینه دیگه. چیه؟ میگم این چیه برای من گرفتی؟ آخه چرا خونه تو کثیف میکنه عزیزم؟ مگه چی شده؟ چه ماشینی همه جاش خرابه؟ بابا یه هفته است من اینو برای شما خریدم. خودت نگاه کن. درش که خرابه. امروز از باشگاه اومدیم بچه‌ها هرچی تلاش کردن اصلا نتونستن درشو ببندن. به خدا بفرمایید بفرمایید خود نگاه کن. خانم این آخرین مدل ماشینه. از کمپانی آوردم گذاشتم تو کشتی. از تو کشتی آوردم برای عشق.
عشقم. اونم چرنگی. آلبالویی. ببین اینو قوره کشی بردی، دست دو خریدی. از همون 50 تا ماشینه که ارز دولتی گرفتی. آره راستشو بگو. ای داده بیداد، شما بفرمین بنین غذاتون رو ویل بکنین، من خودم درستش میکنم. غذا براتون پختم، ماکارونی که انگشتاتو بخور. ماکارونی من نمیخورم. ماکارونی مکزیکی، اونم مخصوص آدمای رژیمی، فقط مخصوص خودت. بفرم. درستش میکنی ها؟ چشم. آبرو منو برد. چشم. بروکلی ریخته توش؟ بله، بفرم. بابا بیار دیگه این شامو، مردم از گشنگی. بابا چقدر لف میدی. اومد. با 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 با. ببین چه غذایی. اینم ماکارونیه مکزیکی مخصوص رژیم، بدنو میتراشه سیغل میده. بفرم. ای این چیه درست کردی؟ ماکارونیه دیگه. تو آقات مکزیکیه یا ننه؟ والا هر دو در مکزیک تحصیل کردن. تو مکزیک این آشغالا رو میخورن؟ تو بهترین رستوراناش این غذا سرو میشه. بله. بعد این بروکلیش که اون وقت گفتی بروکلی داره؟ بروکلی اینو. این بروکلی. این سبزا چون قبلا پودر شده. اینو. من خرم نمیفهم بروکلی چیه؟ دور از جون خر. این حرفا چیه شما میزنی؟ من این آشغالو نمیخورم. پیتزا سبزیجات میخورم. آخه پیتزا عزیز من پنیر داره. برای رژیم شما خوب نیست. برو الان یه نوشابه چیزی بیار بخور، خفه شدم. نوشابه؟ بابا مگه شما تحت رژیم نیستین؟ باشه اشکال نداره. نوشابه مشکی باشه یا زرد؟ مشکی. دایت باشه یا معمولی؟ دایت. یعنی قوطی یا شیشه‌ای؟ قوطی. کوچیک یا بزرگ؟ بزرگ. با یخ یا بی یخ؟ با یخ بی یخ نمیدونم بابا، وای اصلا نمیخوام. برو یه لیوان آب بیار. چشم. فقط بفرمید که آب معدنی بیارم یا آب لوله کشی. آب معدنی؟ من کی تا حالا لوله کشی آب خوردم؟ بعد درست میگی البته، ولی خب این آب معدنی سرد باشه یا گرم؟ شما در خدمت شما دارم عرض میکنم. میزنم اتا. واقعا با دمپایی میزنین یا با دست؟ ریزینی تا موش یا گربه؟ فای کلم برو جلو چشم کنار، دیگه خستم کردی ها. آهسته برم یا بدوم؟ نمیدونم، هر جون میخوای بری برو، فقط برو برو نبینم. شما همراه من میان یا باید تنها برم؟ میکشم اتا. با ساتور یا با چاقو؟ با ساتور تیکه تیکت میکنم. تیکه تیکه یا قیمه قیمه؟ قلبم وایساد، خدا لعنتت کنه. خدا نکنه قلبتون بگیره. اگه قلبتون بگیره من شما رو ببرم دکتر، یا دکتر رو بیارم پیش شما. دیوونم کردی، اصلا نمیخورم این چیمو، ولم کن. خفت میکنم آخر سر. از همسر خسته به کلوپ همسران. بابا من عاشقتونم. کی بیداره؟ امیر خان من بیدارم. چاکرین. احمد داداش چرا صدات میپیچه؟ کجایی مگه؟ من اومدم افتر. با این ضعیفه دوام شد، هرچی از دهنم در اومد بهش گفتم. خلاصه شلوپدش کردم و صد تا پاشو قهوه‌ای کردم و با بچه‌ها زدم بیرون، اومدیم استخ عشق و حال. خیلی خوب کاری کردی، بهتون خیلی خیلی خوش بگذره. وقت شب تو استخ چه حالی میکنی؟ سورا این صدای چیه؟ کجایی؟ منم زدم زنم و داغون کردم.
الان اومدم سر ساختمون ببینم این جوشکار کارشون رو خوب انجام میدن یا نه. سلامتی همه کلوب بیا. ببین این مردی که شب نتونه بیاد تو کلوب ما مرد نیست. امیر جونا چرا نخوابیدی شما؟ چیکار داری میکنی؟ ما هیچ اینجا چیزم دیگه. این یارو چی اسمش؟ داشتم اینجا رو آب میدادم الان، بعدم این در ماشین رو درست کردم. در ماشین؟ بابا شوهر داره برات زحمت میکشه فقط به خاطر عشقش. همین باور کردم. بیا اینجا. چش بیا. بله جونا. بله بیا اینجا. چش ها کن. چیکار کنم؟ ها کن. مگه ایست بازرسیه؟ امیر تفره نرو. ها کن. چشم. ها ها خوبه؟ بده بیرون قش. ها 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 خوبه؟ مد اینجا سیگار بکشی نه؟ من؟ بابا از اون دفعه که مهدی دوست من بود 5 متری من سیگار کشی شما رفی تقاضای طلاق کردی. از اون موقع تا حالا تو 5 کیلومتری من کسی سیگار نکشیده. اصلا نگران این چیزا نباش. نگاه کن درستش کردم برات. تو؟ بله. تو 100 دفعه میری در یخچال رو واکنی، در فریزر رو واکنی، میگی این فریزر بود. الان اومدی در ماشین رو درست کنی؟ امتحان کنی؟ بفرمایید. نه. فقط به خاطر عشق. خوش اومد. آفرین تو پلی من. بیا بریم بخواب. شما بفرمایید من الان میام. بریم دیگه. چند ثانیه؟ چشم. باش دیر نکنی ها. چراغا رو هم خاموش کن. چشم. اون شیرم ببندی یادت نره ها. چشم. آره فردا نهار رستوران برج تهران. میگم دوخی مخی هم دعوت کن. دوخی مخی رو به به. احمدم عزیزم بابا این دستشوی شماره یکی اینقدر طول نمیکشه که بابا. بله این لاز نخوابیدی؟ احمد چکار میکنی؟ جونم سلام. چکه خوبی؟ خیلی ممنون. چه نخوابیدی؟ نخوابیدم. با کی حرف میزنی؟ با کسی حرف میزنم. دو ساعته چیکار میکنه اینجا؟ همون کاری که همه میکنن دیگه. دو ساعت؟ یه ذره میدم به هم ریخته خوره یوبز شدم. خب چرا نمیگی به من؟ ببرو دیگه ببرو. ساعت دو شد بابا. امیر خان امه کجا رفتی؟ خونه که بدون آب جرم نمیشه. عشق آدم عادت داشته باشه صبح به صبح دوش بگیره. مردی که برای زن و بچهش کار نکنه مرد یا مرد چیزی باید زندگیش و خودش رو وقت بشه. چیکار مگه میخوای بکنه؟ غلط کرده با تو. تا زور وقت داری حلش بکنی وگرنه همه تون رو اخراج میکنم. ببین از الان دقیقا 1 ساعت بیشتر وقت نداری. احمد جان جونم عشقم عزیزم امروز ها دارم میرم استکشن کنم. ای جونم چه عالی. چی هست این بابا این چیزای زنونه است به مردا نیم. باشه هر جور دوست داری. میدونی که من همینجوری تو رو میفرستم. خدافظش. کجا میری؟ من یه سری میرم بانک قرارداد امضا کنم، بعدش هم میرم ثبت شرکت و از اونورم یه سری میرم پیش وکیلمون ببینم این قرارداد استخر نمک آبرو چی شد، شرایطشون چیه. آخر سرم میرم برج تهران کنفرانس. عزیزم چرا به من گزارش میدی؟ من که از تو گزارش نخواستم. پول آرشگاه رو بده. آه چشم میریزم به حساب. نیم ساعت دیگه تو حسابم باشه. آه. نیم ساعت؟ 5 دقیقه دیگه تو حسابته. قربونت برم. فدات شم. عزیزم. یه دقیقه وایسا. ببین من ماشین نمیخوام آه. میخوام یه خوره پیاده روی بکنم بعدش هم یه تاکسی چیزی میگیرم دیگه. پیاده روی چیه تو این گرمه؟ همین ای خون دماغ میشی دیگه. عزیزم بیا. این کارت مترو قشنگ راحت بدون ترافیک اون تو هم میزنن میرفتن کل خوش میگذره. خیلی ممنون. خدافظ.
بفرمی. ببین شوهر خوب یعنی چی. توشو درست کردم، درشو درست کردم، روش هم درست کردم. ماشینشو چی؟ عروسک. سوارشی حالشو ببر. بفرین. ببینم. خب. ببر. اگه دوباره خراب شه چی؟ فدای سرت. فدای سرت. دوباره روش کار میکنم. پای شما که وسط باشه من همه کار میکنم. بس اینقدر لوندی نکن تو پلیه من. چشم. ببین من میرم بیرون، زود برمیگردم. فقط یاد باشه ناهار سبک برام بگیری یا. اونم به چشم. خود چی کام کنی؟ ولی وقتی شما نباشی که از گلوی ما چیزی پایین نمیره که. میرم شرکت، یه ساندویچ چی چیزی میگم بگیرن یه گازی یا بغلش میخوریم. نه، حتما یه چیز مقوی بخور، جون داشته باشی روش کار کنی. اونم به چشم. من بهت گفتم امروز اصلا یه حالت مشکوک طوری بود. آره گزارش میداده قربون صدقه میروی جوری بود. اصلا منم شک کردم، زنگ زدم منشیش. بله اونم به من همه چی رو گفت. امروز گفت جلسه دارم، نمیدونم کنفرانس دارم و اینا. همش دری بری بود داره میره ناهار. حالا چه خبره؟ الله اکبر. حتما دارم میرم آرایشگاه. تو می اونجا دنباله؟ آره خوبه، همون موقع عالیه. بیا بریم ببینیم چه خاکی تو سرمون باید بریزیم. فدات شه. عاشق و در به درم، توی قرص قمرم، زدی امشب به سرم. سلام چطوری؟ قربونت برم. بد نیست. خب کجا بریم؟ بریم دم آرایشگاه دوستم. فرمی برو تو. برو بیا. احمد دوخی مخویا که گفتی خوبه؟ حتی نباشی خیلی سمرم. خیلی فقط من دافا رو ببین. قراری با هم داشتیم ما. ببن ببخشید نازه جان، من تلفن به بابا اجازت میزنم. از خواهیم بود این نازه. الو سلام عشقم، چطوری؟ سلام قربونه برم نفس من. چقدر ریختی به حساب من؟ من 200 تومن ریختم به حساب عزیزم. 200 تومن چیه؟ من که به تو گفتم که نمیدم ترمیم ناخون که اومدم این استیشن کنم از ساخته کجا؟ کسی کافرده دیگه؟ الو چه سعادتی؟ امیر صدامو داری؟ سهراب این چکه چی شد؟ منو کشت رولم، چی میگی؟ بپر توی ساخت شما نازی ببخشید میشی یک کم مفرد الو 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 سهراب تو کجایی؟ درستت شدی بار دیگه بگو. عزیزم تو که موجود همینجوری خوبه، خودت هم خوشگلی، نیازی به این کار نداری. قد به زناتون رو ننیم. صدای کی بود؟ صدای سهراب تو کجایی؟ بخر بخر عزیزم. میگم کجایی تو؟ من کارت به کارت. چه جواب منو نمیدی؟ چه زنایی داریم؟ خانم کی بود؟ چی گوی خورد؟ هر چی بخواهم بهشون میدم. همین الان بگو با کی کجایی؟ گلی مگولی خوبولو بهت میگم این افریته کیه؟ نه به من بگو تو کجایی؟ توی آسانسور با یه خانوم محترم. تو آسانسور کجا کرد مخترم؟ احمد کی رو بگم؟ احمد قد نکنی ها، به خود خود میدونی چه بله سرت میارم. وای خاکی آلم. الو الو نه ترسی آقا اون باشی. الو الو امی قطع کرد. ایفا ای باورم نمیشه، هرچی بهش میگم کیه کیه هیچی نمیگه. وای ببخشید.
ما اینجا گیر کردیم، کسی نیست؟ کمک. سهراب زنگشو بزن. بابا زر نزن، خط نمیده تلفن. عزیزم تو این گرما با این حال شرمنده. من سرما خوردم، ما چه نمی کنم. ببخشید. سلام. سلام علیکم. خوبی؟ دوستم ایلناز. خوبی ایلناز جون؟ پدرچم ایلناز، ایلناز. ببخشید من سرما خوردم، دست نمی دم. نه بابا خواهش میکنم. بچه که نیستین ماشالله، لطفاً خون سردیتون رو حفظ کنین. چی میگی خون سردی خون سردی؟ فقط از اینجا بریم بیرون، من میدونم با تو. اه خجالت بکشین آقایون، با یک خانوم اینجوری حرف نمیزنن. چی میگی؟ جلو تو نگاه کن، خب زنش بغل دستش نشسته. مردا همشون همینن. اه خجالت هم نمیشن چون باز صحبت کردم مهناز رو خونه بودم. حالا جلوی این دوستتم پنهان نیستش. رفتم آرشگاه زنگ زدم محمودی، همچی شک کردم، منشیش گفت میخواد بریم نهار بیرون، من نفهمیدم با کی زنگ زدم. یه صدای مشکوکی پلوش بود، نه که همکار باشه و تو جلسه و اینا، نبود، یه حالتی بود. راستی به خدا حس من دروغ نمید. ای وای، خب منم به معناس همینو گفتم. منم الان زنگ زدم به سهراب، صدای زنه میومد. تو منم این تو؟ آره من بهت نگفتم. به خدا این سهراب و امیر با همن، شک نکن. سهرت کجا میرفت نها؟ گفتشین برج چیه؟ برج تهران؟ برج تهران. من از زنم میترسم، شماها چه میگین؟ امیر خان شما از زنتون میترسین؟ من وحشت دارم، وحشت. آقایون حرف ترس و وحشت نیست که، زن من گفته به هم اگه به یه خانومی نگاه کنم. خب نبلش کن. خب بقیه هست بذارید من خدا بکشم. خب نکن سراب، سراب باشه. دیوونه یا چه کار میکنی؟ اینجا دیوونه خونه است؟ آره آره. خب چیکارید میکنی تو رو؟ چیکار میخواد بکنه خانومت؟ بگم آره دیگه. خانم معذرت ما هست شما. بله؟ وای وای این که خیلی بد و نامردیه. حالا بچه هم میام. ایشالله که هیچ کس نتونه ما رو از این آسانسور نجات بده. الهی آمین. ایشالله هوای اینجا تموم بشه، ما همه مو خفشیم با هم. ایشالله. خدا نکنه. حیف شما نیست؟ ها؟ امیدوارم که نجاتمون بدن زود. تب کن آقایون. بله بله. آروم‌تر، خانم‌ها واجب‌ترن. اول من دستتون رو بگیرین، من برم بیرون. بفرمایید. لیدیز اند جنتلمن، لیسن تو می. می داون بابا بخواب، بخواب بنه دیگه. میخوای بخواب؟ بفرم برم من آقا شما برو برو برو. یا علی یا آقا دست رو بدون، دست رو بدون، دست رو بدون. کجا برو؟ برو 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 دست رو بدون، بیا بالا، بیا بالا، دست رو نکنم. بیا دادش. تموم شد؟ همین خراب شده است. همینجا؟ بله. خوش اومدین، بفرمایید. من دنبال شوهرم میگردم. منم همینطور. منم همینطور. اگه میشه یه خط بیشتر توضیح بدیم، من بتونم کمکتون کنم. ببین آقا، ما وقت برای توضیح و موضوع این حرفا نداریم. شوهر من اینجا تو این ساختمون بوده. شوهر منم همینطور. شوهر منم همینطور. یعنی شما سه تاتون یه شوهر دارید؟ ای بابا، بابا چه خیلی بازی در میاری شما. ببین عزیز من، طبق ادعای آخر شوهر بنده، تو همین ساختمون هم دیده شده هم بوده. توی آسانسور با یه خانوم. اوف
ماجرا جدیه سا، یعنی سه تا شوهرای شما با یه خانم توی آسانسور ما بوده؟ والا من نمیدونم. پس شما چه میدونی؟ اینجا این همه دوربین داره، شما ببینی بعد بدونی کجا دیگه، شما ندونی من بدونم. اگه چیزی باشه در مورد آسانسور سال میتونم کمکتون کنم، اما در مورد این مورد فکر کنم شما هر سوالی داری میتونی از اون خانم بپرسی. از اول بگو دیگه بابا. مرسی. زود باش بگو شوهر من کجاست. وا چه حرفا، اصلا شوهر شما کی هست؟ همین بود، صداش همین شکلی بود، همین با امیر تو آسانسور بود، همین صدا. امیر کیه؟ من کسی رو به این اسم نمیشناسم. بیتا جان مطمئنی؟ آره بابا قشنگ تو صداش یادمه. ببین خانم محترم، شوهر من قد بلند، چارشونه، کت شلوار خوشتیپ، موها دو گندمه، میخنده اینجا سال میفته. امیر منم توپال یکم، یادته؟ آها حالا فهمیدم، شما همسر اون سه تا آقای خوشتیپ و با شخصیت هستین که اومده بودن برن رستوران. بله بله. بله عزیزم. واقعا بهتون تبریک میگم، عجب شوهری دارین، یکی از یکی با شخصیت تر. فقط حیف که یکم چی؟ بهتون وقت نخوره، شوهرتون خیلی خوبم، فقط تو شرایط خاص خب نراحت نشین ها. بابا کشتی ما رو بگو دیگه بابا. یه چرایی کم میارم، البته شاید به خاطر سنشون باشه. نه چی؟ Excuse me ladies, I have to go. کجا؟ وایسا، میخوای من گفتمان فرهنگی بکنی؟ الان چی کم میارم؟ راست میگه احمدی، احمد محمودی هم میشه کم میاره. من که میرم به دست پای زنم میافتم، میگم منو ببخش، گوه خوردم، فرا کردم. این که بدتره که بدتره. چرا؟ ببین یه قانون در مورد آقایون هست که میگه هر مردی که به دست و پای زنش بیفته حتما یه غلطی خورده. اینو راست میگه، اون دیگه مهم نیست. پس اگه مهم نیست اسم کلوپ همسرانو بذاریم کلوپ برسران، چطوره؟ یعنی چی؟ برسران؟ مخفف خاک برسران دیگه. باشه هرچی شما میگید قبوله، ولی از اینجا موندن هیچ چی گیر ما نمیاد. من میگم برگردیم پیش زنامو. به قول شاعر که اینجا میگه، شاعر اینجا هیچی نمیگه، شاعر یه جای دیگه میگه زن و اجدها و هر دو در خاک به. به 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 نگاه کن ماهید اصلا میخ شد. چی شد؟ میخ بابا میخ. مگه میخ میشه؟ من یه فکر میرم. چه فکری؟ چه فکری؟ میگم میگم من که اصلا باورم نمیشه اینا چجور با هم در ارتباط بودن. اصلا اگه نایمدن چی؟ بابا الله همچنه خدا خواسته ما اینجور تن بدنمون باید بلرزین، زن حامله لای بمیرم، انگار نه انگار اینا انسانه. خجالت هم نمیکشن. اگه رفتن دنبال خاک تو سری و خوشگذرونی اون کارهایی که همیشه میخواستن چی؟ نه الو الو بفرمه. الو چرا خفه خون گرفتی؟ ها؟ بی معرفت، بی اصل و نسب، بی خانواده. ببین احمد جان، اگه امشب اومدی خونه که اومدی، اگه نیومدی دیگه نیا تا آخر عمره، فهمیدی؟ برو بمیر. چی جون؟ تلفنو به من زنگ زده خیال کرده من خرم. اینم تلفن عمومیه. الو الو امیر، من که میدونم خودتی، چرا حرف نمیزنی؟ الو تو با اون دختره چی کار داشتی ها؟ خدا میام سر کارت، یه بلای سرت بیارم که خود کیف کنی. وایسا همونجا خدمتت میرسم. حرف نمیزنی نه؟ راحتت میکنم، راحتت میکنم امیر، سرتو بریده حساب کن. چی شد؟ کجا میری امیر خان؟ الگو بزرگ به کار کنه در دقیقا کار بگده. ای اینم از تلفن عمومیه.
به خدا من مطمئنم اینه با همه. سهراب، میدونم ستاتون با همین، خوب گوشاتو باز کن. من تا 2 ساعت دیگه میرم خواب. اگه تا اون موقع که من میام پرده ها رو نزده باشی، ظرفا رو نشسته باشی، به بابام میگم از طبقه 36 همون برجی که داری میسازی پرتت کنه پایین. خدافظ. خاک تو اون مخ دمت با این فکرت. اه اه امی خوام ببخشم. اوه مهناز چه کردی؟ چقدر پیتزا گرفتی؟ بابا مگه ما چقدر میخوایم بخوریم؟ آره بابا خیلیه، 3 نفر آدمیم دیگه. ولی بی چسبا، خوب شد تو خونه داریم میخوریم، بیرون گرمه خیلی. آره بیا. بیدین داشتم به چی فکر میکردم؟ یعنی امیر با اون بلایی که قرار سرش بیارم و جرعت نمیکنه پاچه بذاره بخونه. حالا ببین همون بلا که گفتی؟ بله همون بلا، اما بلایی که خیلی دردناکه. حقش. آره حقش. حسن بابا بخورین. ببین از این دل سرت آزاد نداشتی؟ میخواد؟ نه بلش کن سفرمت خونه که دیگیم بخور بخور بلش کن. دارن بلا درست میکنن؟ نه دارن مواد استعمال میکنن. بگم ببین بعضی به کجا رسیده؟ اونا از بیجایی بدبختی اومدن اونجا نشستن دارن مواد میکشن، ما از خوشبختی و باجایی زیاد وضعمون این شده، باید بیم کنار اینا که دارن حال میکنن برای خودشون. ای خاک تو سرت، با این همه ملک و املاک و پول و ثروت یه جا نداریم بخوایم، باید بیایم بغل این معتادا. من چیکار کنم وقتی همه رفیقامون نامردن؟ وقتی مشکلی براشون پیش میاد ما باید حل کنیم، وقتی برای ما مشکل پیش میاد اون اصلا انگار نه انگار همشون فقط دنبال یه فکر اساسی بکنی. هتل هم دیگه نمیتونیم بریم چون میان پیدا میکنیم. بدبخت شدیم رفت، یعنی مردشور اون دختره احمق و اون آسانسور و اون رستورانو ببره. بهترین کار همون پیشنهادش که من دادم. آقا اصلا نقشه شما عالی، چجوری عملیش بکنی؟ کسی که منا رو میدزده حتما چایشو کنده. شما بسپارین به من، آدمشو من دارم، میریم پیشش باهاش صحبت میکنیم قال قضیه رو میکنیم. باش بریم. اوه از این اسم خفناس و یه موقع اینجا بلا منو سرمون نیاره. خودت سر تا پات بلاست، حالا چه بلایی مثلا میخواد سرتو بیاره؟ حالا هرچی نوعش مهم نیست، مهم بلاست. ولی هر بلایی سر من در بیاره بهتر از اون بلاییه که مهناز میخواد سرم بیاره. تو هم پدر ما رو در بردی، اصلا شیطونه میگه همون بلا رو ما سرش اینجا در بیاریم که دیگه ول کنه. چرا چرت و پرت میگی؟ به تو چه نظر عیبت ما بودم؟ مگه با عیبت ما بوده؟ حالا چی میگی؟ اومد مطمئنی خودشه؟ اگه خودش نباشه چی؟ ببین خیلی آدم کم حرفی ها، موازه پاشی زیاد به پرماش نمیچید. این دخلم رو بیاره بهتر از این چه زنامون دخلم رو باز کن. کجاست؟ با من ترتیبی کیو بدم؟ اینو من باید اینو درازش کنم؟ مثل که ایشون توجیه نشدن. عرض میخوام سوء تفاهم شده. اجازه بدید. ایشون حرف زدنشو بلد نیست، همینجوری چرت و پرت میگه. شما آقای با ادب گوه میخوری وقتی حرف زدن بلد نیست، زیر میزنی. یکی حرف بزنی که بلده. بفرمایید شما بفرمایید. اجازه بدید من باید بیام با شما صحبت کنم. پول تازره؟ اجازه بدید من باید بیام خصوصی به شما بگم. پول تازره؟ بله بله خصوصی. ولی با اجازه بچه موفق باشی امیر خان، موفق باشی. امیر زد نمیدونی چقدر دلم هوا تو کرده بود. برو گم بشو، نمیخواد من خر بکنی. بعد از جرمنجر انحصار و ورسات دلم نمیخواست اصلا ریخته تی ببینم. ما الان گیر کردیم، ما بعد دست زنامون فرار کردیم، نمیدونیم کجا بریم، یک قرون پول جیبمون نیست. من هر چقدر که شما از اونا پول گرفتی 2 برابرش هم میذارم روش تقدیم شما میکنم. نمیخواد خسته خرجی بکنی. ای راست میگه اون دودونگو رو به هم بده. خیلی خوب اون دودونگو هم روش 2000 حرفت قبول ندارم. 2 کیلو زرد زعفرونی هم میذارم روش مز خاطر ام عزت. خوبه جون عزت راست میگی؟ جون عزت مرد مردونه. دروغو خرخا دور خوخره. شما بگو بیام. آقایونه بابو گلابیا تشریف بیاریم. هنده بریم. بفرم علی خان دست شما رو بفرم.
سواتی برو بالا. برو بالا ببینم چون بالا. برو بالا. ببخشید بالا برو تو من میشینم اقا والا تحوام میگیرم میتونم میشینم جلو زهر نظام رو میشی. گفتم از اولم باید عقب میشستم. وقتی گفتم خواهم میشینم جلو. برو بالا. همه خواهی یاده باشه من به ایشون به احترامی نکردم. بسته برو بالا. من کجا میشینم؟ هیچی من به اینی گرام گرام فرق نمیذارم. برو بالا. بفهم یواش امیر خانه خانم خیلی بی‌تربیت بودم. من که خیلی عمال کردم. نیم وجبی چیه؟ چه مرگتونه؟ بچه های من اذیت نکنی نه؟ کاری نداره داره باکن بریم بابا امین خان بابا تیر انداز بابا میکشه مارا اصلا شناخت داری روی بابا ببینیم چی شده بابا اهل ببین دست چی بابا منو چی نمیسیم برو ببینم بادا بشین بشین تو برو تو ببخشید من از سگ میترسم بیام جلو بهتر من نواهرم جلو نشونم خب سگو ببریم جلو سگو شما کاری نداره گاله رو ببر بچه دیگه سر؟ بابا بیشینه دیگه اه درکن بچه رو نینکنی اینجور کجاست ما رو آوردیم ما چیکار میکنیم وسط این آسر؟ نازه باید همزاد پنداری هم باشو بکنیم اجازه بدید به من خاله محتمل در ساختار نظم نوین جهانی زندان هیچ جایی نداره قرن قرن گفتگوز تبادل بس شعار ردی همسایه ها بیدار میشه میشه تو خفه خون بگیری خفه خون بگیر ماشاءالله برای خودتون مردی هستی شما بابا جون اول بفرمایی تو بفرمایی برو تو بفرمایی برو تو چرا اینجوری رفتار میکنی ما که فرار نمیکنیم که چه در بر چی میخوایی ببندی شما خیلی گروگانای من هستین ما که خودمون خواستیم ما رو به دزدی بسه گروگان باید حبس بشه بگنه فرار میکنه آفرین عزت جون شکنجمونم بکن چشم بابک جون به موقع برو کنار اجازه بده عزت خانم اجازه بدی ببین شما میدونی که این روزا دلار در حال نوسانه اگر قرار باشه این کارا رو بکنی ممکنه ما نتونیم به قولی که به شما دادیم عمل بکنیم امیر میکشمت اگه بخوای بعد قولی کنی یا ترسیدی؟ بیا من نمیخوام دلار نوسان پیدا کنه میگی نوسان پیدا نکنه ها اینو میدم اگه تنگتون گرفت برید از شویی بذار منم برم موچمو بکنم برید کنار من این درو ببندم میگه این خونه بچه هم آبرو دارم آخه نمیگن این چهار تا قلچماخ توی خونه چه گاهی میخورن درو ببند خدا
خدا لعنتت کنه عزت، با اون غذای سگی که دادی ما خوردیم. آه بابک بیا بیرون. بابک خونه میسازی؟ آقا بابک بیرون دیگه، بس کن. امیر خان ریخت. فشار نیار به من بابا. اش چه عجب نامت شده ایرانیه یا خارجی؟ دقت نکردم ولی خوب بود. ایرانیه بابا. من بدنم ایرانی من نمیتونم. من 30 سال فرنگی رفتم، من چجوری بتونم برم ایرانی؟ امیر خان خودت برو. ولی تو برو، تو شلوارت سفید خال میزنه معلوم میشه. برو زایه میشه. نمیتونم بریز زاده. همین خواهد دستم به دامنه، یه کاری بکن برای بابا. آخه الان کی عزت رو بیدارش کنه؟ شما میتونی بابا، شما بیدارش کن. برم ببینم چیز تو بردستم بکنم. منم ببرم. چرا؟ نمیری؟ نه بابا نمیتونم. چرا؟ تعارف میکنی؟ چه قضایی میداره. عزت خانوم. عزت خانوم. عزت خانوم. چرا نصف شبی داریم رکبی این چهتونه؟ این چشه؟ یه مشکل استراتژیک پیش اومده. چه مشکلی؟ روم به دیوار، روم به دیوار. بچه ها میخواستن برن دستشویی. وای من اومدی زابرا کردی دنبال دستشویی میگردی؟ کله پوکتون به کار بندازی اونا اونجا. نه رفتی. ایرانی بود. وای میکشتی که ایرانی فرنگی داشته باشه. آخه میدونی این بچه ها 30 سالی که رو ایرانی نشستن، فرنگی کار. به من چه؟ چرا من آوردین زابرا میکنید دنبال مسترها میگردین؟ برید کپه مرگتون رو بذارید. بابا گفتیم شاید تو ساختمون شما یه دونه فرنگی داشته باشی. برید گمشی به کپی دیوونه ها. وسط همین وسط دیدم کنار حوض با فاصله از زمین داشت همینجوری میرفت. آه تو سرش بیچاره ما بکنم. چی چه خبره؟ چرا نمیگیری بکبی؟ چرا داری رجه بگی تو حیات؟ یه مشکلی بابا، یه مشکلی پیش اومده بود تموم شد داریم بریم بخوابیم. چه مشکلی؟ اجازه بدی همین خواهم همشون بگم. چی؟ روح دیده. کی دیده؟ ایشون. شما دیدی عزیزان؟ بله. چی چی دیدی؟ روح همین وسط حیات. شما گاه خوری؟ برو بگیر بکم. شبتون بخیر. برو کمیشم. زابر هم کردی. شب عالی و متعالی. من نمیدونم زنم تو شما چجور شما رو تعمال کردن. خاک بر سرتون بکنن. همسایه ها نمیدونم اینا یه مش آدم دیونه توی خونه هستن. خاک بر سرتون بکنن. نمیدونم بکپم. ببینم تو چرا فرار نکردی؟ اصلا ما هیچی. با تفنگ و تیر و اینا به زور آوردت دینچه. خب از اینجا که میتونستی فرار کنی؟ از بس که خره. راست میگه، آخه مگه من خرم که فرار بکنم؟ من کلی پول دادم به همین عزت خانم که من را بدزده. تو هم خودت خواستی بدزدنه؟ ما مثل شماییم، البته من یک جورهای دیگه. پس این قضیه تیر و تفنگ چی بود؟ خب برای این که قابل باور باشه که مردم من ببینن باور کنن که منو دزدیده. واقعا که خیلی خره. ای گوگولیه بابا مشموشی، شما داری به من توهین میکنی؟ نه خب خیلی بیشوری. من به ایشون به احترامی کردم. گفتم اول زندگیتونه من بدبختی بگم. من فکر میکردم این محمودی چقدر آدم نجیبیه. من اصلا برام مهم نیستی سهراب کجاست، فقط دلم میخواد هر جا که هست بهش خوش نگذره. عزیزم خیالت راحت، مردا هر جا که باشن بهشون خوش میگذره. همیشه بساط اشغالشون به راه، اصلا نگران نباش. کجا میری؟ خبر مرگش؟ ها این باز بیار کرد. برو چش، گوش، دماغ، دهن، بینی، زبون، پاچه بذار، همه‌شو بذار. من مغزشو می‌خورم. شما چی می‌خورید؟
خب زودتر بخوریم بریم کلانتری ببینیم چه خاکی تو سر اومده. نه هیچی، ممنون. سلام خانم سرتیپی. سلام. من اگه بچه رو پیدا نکرده بودم ممکن بود بیفته دست یه نامردی بهتون نده. چقدر شما خوشگلی مثل سگتون. هم که میگن آدم ها کششون سگ داره همیه. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. چقدر شما سگ داری؟ من طرفدار محیط زیستم، شاخه سگا. مشخص. یه مژدگانی ناقابل قابل شما رو نداره. به خدا بگیرم. شما درد نکنه. اصلا قابل شما رو نداره. عزیزم. یک حسن پول آب برقشون هم نمیشه. بر دیگه ندارم آخه همین. عزیزو شما میتونی کارت بکشی اگه پول نقدم راد نیست. صدقه سره ملو و هرچ کرم خودته. میدونی اهل محل به من چی میگن؟ چی میگن؟ عزت رابین هود. مشخصه. هرچی گیرم میاد خرج این زبون بسا میکنم. از شما درد نکنه. بای بای کن بخاله. قربونتون برم. دیگه دست مامان بله کنی ها. قربونش برم. خداحافظ. پیکر عزیزم دورت بگردم. سلام من به آقای سرتیپی برسونید لطفا. چرا چند دفعه دیگه هم اتفاق افتاد؟ به خدا من واقعا نگران شدم. یه دفعه رفتم پشت سرش دیدم اصلا هیچ خبری ازش. یعنی چه سن خوری یه صدا اومد داد جواب ننده. اجازه بدین، اجازه بدین، من دارم شکایت شما رو میخونم. اجازه خانم، اجازه بدین منم حرف بزنم. خلاصه اینه که شماها معتقدین شوهراتون از دست شما فرار کردن. والا بوش میاد. نه مرا دیگه. خب طبیعیه. این بلاهایی که شماها سر شوهراتون آوردین. اگه زن منم سر من بیاره منم از دستش فرار میکنم. جناب سرهنگ. از شما بعیده به خدا. راست میگم دیگه خواهر من. این بلایی که شما سر شوهرتون آوردین والله به خدا سر اسرای جنگی نمیاره. بابا اینا با هم پارتی بازی داره، همش هوای هم دیگه رو داره. دقیقاً. چون نگاه شما مرد هوای هم داره میشه جامعه. ولی شما اینجا مشکلات مردم بررسی. شما مجرم چیه خانم؟ اجازه بدید. وقتی بدون اجازه رفتن خبری ازشون نیست. مجرم چیه؟ وقتی شوهرتون دو روز نیومده خونه مجرمه؟ وقتی که سه تا شماره تلفن از تلفن عمومی به شما زنگ زده شده که معلوم هم نیست شوهرتون باشن. مطمئن مجرمه؟ اگه مطمئن نبودیم که اینجا نمیمدیم. بسیار خوب، بسیار خوب. شما ها فکر میکنین که شوهراتون فرار کردن. چشم. بله. شاید دوزیده باشن. من میگم رسیدگی کنن در اسرع وقتم بهتون خبر میدم. یعنی چی؟ یعنی کی به ما خبر میدیم واقعا؟ عرض کردم خبر میدم دیگه. یعنی ما همینجوری بریم بشینیم تو خونه؟ همه رنگ رزیگه نیست. باید تحقیق کنم، رسیدگی کنم، بهتون خبر بدم. حالا بفرمایید. بفرمایید خواهش می‌کنم. خب دقیقاً به ما بگین کی ما بریم. مثلا طاقتمون دیگه واقعا طاقت. کی که عرض کردم در اسرع وقت بفرمایید خواهش می‌کنم. نفقه میده؟ اعتیاد داره؟ دست بزن داره؟ پای زن دیگه ای در میونه؟ کمشه در میونه. چی زیادش دیدی خانوم؟ بالا کم مونده بود دست من بزنن ما رو ببرن. ما اگه اینا رو کنترل نمی کردیم که تا الان فساد عالم رو ورداشته بود. ولش کن بابا، اصلا به درک که نیومدن. یه موسیقی چیزی بذار حال کنیم. بالا سلام علیکم. به به عزت خانم، چه بویی را انداختین. ماشاءالله بوش کل تهران رو برداشته. شما ذرت پرت نکن بنال. چی؟ میگه ذرت و پرت نکن بنال. ببینید خدمتتون عرض بکنم که ما تصمیم گرفتیم که از محضر شما مرخص بشیم. گفتیم بدی خوبی کمی زیادی، بالاخره ما رو حلال میکنین دیگه. یعنی داری قرارداد فسخ میکنی شما؟ نه، ما در ساختار نوین جهانی شما نمیگنجیم. شما غلط کردین که نمیگنجیم. عزت جون، من اینقدر دوست دارم که اینجوری میزنی با پشت دست تو پوز اینا. حالا کجاش دیدی شما؟ بگو ببینم چی کارم داشتی. ببین عزت خانم، شرایط اینجا برای ما مناسب نیست. اون وضع مسترهای خراب و سگا و روح و موش و سوسک و ما آدم حسابی هستیم، برای خودمون کسی هستیم. کسی هستی؟ امیر آقا شما بهشون نگفتی منم خودم برای خودم کسی بودم؟ اگه اون مردک پوفیوز پولای ما رو ور نداشته بود بخواد برج بسازه و بعد هری بره کانادا عشق و حال، اون وقت من توی این سگ دونی وراثی بشینم بگن عزت خانم یه آجر اینجا رو تغییر نده، اون وقت شما نمیمدی برای من چوسی بیای پوز بدی بگی این مسترها خیلی بده. من خودم تو اتاقم مسترها فرنگی دارم.
مسترا، برای یه مسترا میخواین از اینجا بذاریم بری؟ واقعا اصلا پروژه‌ای که به خاطر یک مسترا بخواد تعطیل بشه پروژه نیست که کشته. شما لطفا خفه شو. خود شما خفه شو. اینقدر ارتباط نکنی. الان میخواستم به زناتون زنگ بزنم ببینم چقدر میشه لطفا. زن من که پول نمیده. زن من هم همیتون. خب منم که اصلا زن ندارم. یعنی من مسخره کردین؟ من سر کارم نه؟ شما من مسخره کردی. امیر تو من قول دادی؟ یعنی چی؟ اینا دارم چی میگم؟ اجازه بده شما بذار حالا شو توضیح بدم. ببینید اینا چه پول بدن چه پول ندن، من دستمزد شما رو تمام و کمال طبق صحبتی که با هم کردی پرداخت میکنم. یه شرط داره. چه شرطی؟ حالا گوش بده. چه توضیحی میخوای بدی؟ من توضیح نمیخوام باشه. امیر بلا بخواد تو میخوادی داری که این قرارات میخواد پس بکنی. این برای چی میره با اون خصوصی صحبت میکنه؟ اب نداره. اب پشت ماه نیمونه هیچ وقت. چی گفتی؟ ابر. ابر رد میشه پشت ماه دیگه. بیشوش. بگویی. شما تا کلاس چندم خوندی؟ حل شد الحمدلله. بابک جان برگردی؟ آش میدید کنه تو برده ما پول همراه نیست کدوم شما حساب کنید بعد ما با هم حساب میکنیم. شما که پول همراهتون نبود خوردی پشدین با من راه افتادین بالای شهر چیزای گرون گرون انتخاب میکنین. من میدونستم من باید پول بدم میبردمتون گمرک. خب دیر نشده که خب بریم در بیارین خبر مرکتون ببرتون گمرک. نه یک کیلو زعفرونی اعلی اضافه میشه به اون صحبت که با هم کرد. جور من راست میگیم امیر ایه بال من گسش کم باشه من میدونم تو قول. جزیره اومد به خوابم دیشب مثل هر شب خواب دیدم که روی آبم میونه آسمون آسمون رنگین کمون بود واسه پرواز عشق تا افق کفکشون بود تو قلب آبهای سبز و آبی جنوبی جزیره تا ابد تا ابد خورشید نشون بود دیشب مثل هر شب جزیره اومد به خوابم خوش اومدین بفهمید دیشب مثل هر شب خواب دیدم که توی کیشم دیشب 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 مثل هر شب تو نشسته بودی بفهمید بفهمید خیلی خوش اومدین بابا چه دلباز رو به دریا هممون با هم توی نه بابک چون اصلا خوب نیست ما یک باید برای شما در نظر گرفتیم یک باید هم برای آقایون گفتم مال منم رو به دریا نه برای شما رو به جنگلوه تو از اینم قشنگ‌تر خب خود آقای بهالو که تچ میارن پاریس هستن تا سه شنبه برمیگردن انشاءالله به هر حال خیلی ممنون خواهش میکنم ضمن اینکه ماشین و راننده هم به صورت تمام وقت در اختیارتون هست هر زمانی که دستور بدید میرسیم خدمتتون دست شما درد نکنه یه دقیقه بیرون باشین برای آقای توضیح بدم میام خدمتتون جلوی مردکو هیچی بهت نگفتم جنگلو گوه زیادی خوردی شما هر غلطی دلتون خواست بکنید فقط چلوغ نکنید ما میخوایم حال کنیم عزت جون کار خوبی میکنی قربونت برم فقط زحمت چمدون رو افتاد رو دست شما عیبی نداره نه خواهش میکنم پس بیبرید انعام بدیم مرز چیه چرا در اون رو میبندی امیر خان به این رفیقای نابابه بگو چشو هیزشون درویش بکنن بابک جان فقط تو دم اتاقم داره میاد این در اون ببند فوزولا
هوا داغ امشب، دلم کباب امشب، حالم خراب امشب، تو از من بی خبر، من در به در، اون بی پدر، نمیادت امشب. امان از انتظار ای روزگار، ره کرده یار، نمیادت امشب. بله شما چیکار کردن؟ من همونیم که شوهرتو دزدیدم. دزدیدی؟ آره، اگه کاری رو که میگم انجام بدی شوهرت تنگ بقیه. یعنی الان شما شوهر ما رو گروگان گرفتی؟ چقدر خنگی، هی تکرار میکنی بله دزدیدم، کاری رو که گفتم انجام میدی وگرنه میکشمش. در ذهن به پلیس خبر بدی سرشو میبرم. سرشو؟ وای نه، منتظر پیام پلیس من باش. اوکی، باری کردیم، عالی بود، باری کردیم. بس بای گلون خوش شد بابک جون، یه لیوان آبو میدی والدو؟ چشم. بای لهجه چی شد؟ تو گوزیادی نخور، چه دوتا ادای منو دروردی؟ بیا زد جون گلون تو سازه کن. بابک جون شما چه مرد خوبی هستی. خوبی از خودتونه مامون. من هم که اصلا دارم برای ایلناس تنگ نمیشه. آبا دل تنگی چی هنو منیم اشکال نه اشکال کنم. این که فرنگیه که بابا. خب که چی؟ بابا بلد نیستم نمیتونم که. خب نداره نگر راجو بریم تهرون. میشون یک باید دارم خب. چه خاکی الان به سرم بریزم؟ همون خاکی که ما تو تهرون رو سرمون ریختیم. بابا من دارم میمیرم. بهتر یه خواننده جد مردمی کمتر. دیشون ترکیب هر ستاتونو با هم ببرم. بابا ببین برو به عزت خانم بگو که بچه ها میخوان برن دریا، آبش خیلی رباله. من برای چی بگم؟ برای این که تو رو عزیزم بیشتر از ما دوست داره. کیه؟ منم. وای بابا جون شما هستی؟ عزت جون میتونم که نه نمیشه بیای تو. نه میگم میتونم که چیزی بگم. چی میخواین بگی؟ این بچه ها میخوان برن لب دریا عشق و حال. وای گو میخورن همش با پول، من میخوان برن عشق و حال. با من بلا نسبت شما. شما دوست میدارین میرین لب دریا؟ بله من خیلی دوست میدارم. منم خیلی دوست میدارم برم لب دریا. شما اجازه میدین؟ اجازه ما هم دست شماست که عزت جون. پس من برم لباس شنام بردم. نه یعنی شنا نم کنم، میشنم شما رو نگاه میکنم. آه من برم این خبر خوش رو به بچه ها بدم. باشه باشه. شکمش میزنه.
آخ دست در تمیز نکنه عزیزم. این تخمرم بیارم اونجا. آره میشه چوسی؟ ببخشید. اصلا اینجا موبایل آنتن میده؟ آره عزیزم دم کانتر آنتن میده. بیا. میگم ها این کلانتره که هیچ کاری نکرد. به آگاهی خبر بدین. اون آدم ربایی یادت نیست چی گفت به پلیس زنگ بزنی پوستشون رو میکنم. چه میدونم من میگم یه کاسه زیر نیم کاسه است. یه چیزی هستم که یه چیزی این وسط هست. حالا چی نمیدونم. هیچ چی نیست. بیچاره سهراب که بچهش قبل اینکه دنیا بیاد یتیم شد. چه حرفایی میزن زبونه تو گاز بگیر با نفوسی بد میزنه. الو الو منم خبر مرگت مگه نگفتم به پلیس خبر نده سرشو میبرم به جون امیر که میخوام دنیا نباشم اصلا به پلیس زنگ نزدم باور کنم میگم به جون امیر خداییش خدایی اوا باشه قبول من از آدم های چیز فهم خوشم میاد تو باید تا شب 500 جور جور کنی وگرنه شوهرتو میکشم بیتا جان عزیزم اینقدر بیتابی نکن با این جنایتکارا همکاری کن مگه منو میکشن ها شنیدی؟ آره اه این چه بازشه مگه گروگانه رو از سر راه آوردی؟ خب پول میخوای بگو پول میخوام دیگه میکشم اینا یعنی چی؟ شما کی باشید؟ ببین بذار خیالت راحت کنم ما سه تا همسر سه تا گروگان ها با همیم برای آزادی شوهرامون داریم تلاش میکنیم منم همسر سهرابم به شوهرم بگو برگرد خونه من هیچ کاری باش ندارم بوشکار مهناز عزیزم قربونت برم اگه بچه همون پسر شد اسمشو بذار سهراب آه با تو بردار الو محمودی جان عزیزم من خودم نجاتت میدم اینقدر آشنا دارم نجاتت میدم نگران نباش خدا ایلناز هانی من استیلر اولدیلر آیدن ببین اگه بلای سر امیر بیاری یه تاره مو ازش کمشه من میدونم با تو فهمیدی ببین به شوهرم سهراب بگو من همه این برمزه اینترنتیش همه هز باباش همه رو دارم تا قرون آخرش رو برای آزادیش خرج میکنم عالی شد حالا که همه تون اونجا جمعی پس گوش کن من چی میگم هر کدومتون نفری 500 700 تا 800 خیلی خوب بابا جهنم ضرر 1 میلیارد جور کن بهت میگم کجا بیاری تحویل بدی شیفم شد وگرنه میکش روشنه بله بله روشن مفهومه جور شد امیر اون کجاست اصلا میصرفه 1 میلیارد یه میلیارد الان آره بابا الان دلار مگه چنده دلار 10,000 تومان آخه میصرفه 1 میلیارد ها تخته بشورنش بابا شما عجب جونورای هستین ها زناتون دارن زار میزنن شما دارین میخندین میرقصین حالا یه عمری ما زرج میکشیم اونا خوشحال بودن حالا ما خوشحالیم اونا زرج میکشن آقا من میخوام برم دریا هر کی میخواد بیاد بیاد منم با دریا داریم دریا رواله دریا 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 عشق ما دریا دریا این در چرا بستر؟ برای اینکه من قفلش کردم شوخی بیمزه وای خدایا چقدر خنگل اینا بابک جون یکی رو رسون بیا کلیدو بیا عزت جون کلید آپارتمان خودمه بیا مواظب اینا باش باشه من میرم دریا دریا کنار خیلی قشنگی هم کلیل زاپاس اتاق شما من که دوتا کلیه دارم ظاهر و باطن میذارم برای فروش آخه عزیزم دوتا فقط داری برای فروش آره دیگه انقدرم سالمه من مثل ساعت کار میکنم ماشاءالله دمت گرم بابا تو از همه ما فداکارتری میخوای کلیهش رو بفروشه سهراب آزاد کنه مال من نیست که مال خواهرم سهراب سر تخت شسته است
من میدونستم که یه چیزی هست. خب دوتاشو که نمیتونه بفروشه عزیزم، میمیره بابا اینجوری. واقعا؟ آره دیگه، یه دکتر احمق که نمیاد دوتا کلیت توی بدن دراره در نمیاره. خب یکی خواهرش بفروشه، یکی مادرش. آره اونجور میشه. خب اگه اینجوریه که من 6 تا خواهر شوهر دارم. 6 تا؟ لب بمیرم، چی میکشی تو؟ از هر کدوم یکی یه دونه کلیه بگیریم میتونیم ستاشون رو آزاد کنیم. جور شد دیگه، پولش جور شد. الان چند کلیه؟ من چه میدونم، من کلیه فروشم. آبی آقا مشکلت چیه؟ بفرمایید. من مشکلی ندارم، خوبم. اگه خوبت اینه پس بدت چیه؟ ما با هم دیگه رفیقیم، درد مشترک داریم. چه درد مشترکی داریم؟ شما مشکلتون زنتونه، منم که اصلا زن ندارم، پس مشکل درد مشترکی نداریم. خب دیگه بدتر، ما که زن داریم، این همه داریم خوش میگذرونیم، خوشحالیم، شادیم. تو که زن نداری دیگه باید پرواز بکنی آزاد. کاش که مشکل من فقط زن داشتن و نداشتن بود. نزنی حرفو، ما ستام اولش هممون همینو میگفتیم. ببین اولاق جان، معذرت میخوام، سرطانو با شیمی درمانی میتونی درمان کنی، ولی وقتی سر سفره عقد میگی بله، آمبولانس بگذره دمه در وایستره، او برده. آقا ما با هم رفیق هستیم یا نه؟ بله. خب پس بگو آن چه دل تنگت میخواهد. بابا من این همه سال دارم میخونم توی عروسی‌ها، توی مهمونی‌ها دارم میخونم، یک نفر پیدا نمیشه که من را بشناسه. تو اتوبوس، تو مترو، تو خیابون، هیچ کی اصلا من را نمیشناسه. یک دفعه توی مترو یک نفر دیدم منو داره نگاه میکنه، گفت بابک تویی؟ منم خوشحال، گفتم آه نه پس ترانه های من رو شنیدی؟ گفت نه حیوان، من معلم جغرافی تو هستم، هفته دیگه خط سرون پسر منو بیا اونجا بخون. خط سرون که اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. بابا من به عنوان یک خواننده توی وسط عروسی با تیر تفنگ من آمدن دزدیدن بردن، خب حداقل همه حوادث روزنامه باید بنویسه که منو دزدیدن. دل من خوش بود، گفتم که فردا بی بی سی برای من مستند میسازه، گزارش تهیه میکنه. خودم با همه چشمای خودم دیدم که بی بی سی راجع به خرا مستند ساخته بود. آقا اصلا من یه کاری میکنم، کمکت میکنم که تو اولین آلبوم تو بدی بیرون. تو هم الان میگی، بعدا یادت میاد. آقا ما مرد مردونه پشتیم. بزن قدش، بزن قدش. واقعا؟ واقعا دیگه، واقعا نداریم مرد کنیم. آقا دست منم میام پشتت. منم هستم. حالا که اینجوری شده من از این لحظه تاریخی یک عکسی بگیرم که خوب باشه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 یه 115 میلیون هم یاد داشت کن. 20 قاطی کردم الان. 115 مهناز! بیتا! چرا هوا اینا رو بل کنی، اینا رو جمع کنی. چی شد؟ دارم سکته میکنم. قاطی کردم. نه ببین، فقط ببین ببین، یا من دارم اشتباه میکنم؟ قد وقیه نگاه کن. بده من الان اونو ببین. منو باش که میخواستم کلیه خواهرشو بفروشم به خاطرش. خوبشت نکردی، ببین. بده ببینم. با این دوربینت بابا خوب نگاه کن دیگه. بده به من. بیا دیگه، همینه دیگه، اینجا هم که نیستن. بیا اینجا، مردا جدا شنا میکنن، زن
همه میشه دیگه، تنها تنها پا میشن میان اینجا باز خودشون سفر، که با هم بودیم که اینجور نمیشد که. آقا بریم کشتی یونانی. تایتانیک هم با شما پیدا نمیتونیم بکنیم اینجور که پیش میره. آقا برو این یونانی ها. فرما اینجا هم نیست. گفتم که اینجا نمیان بابا اینا. چی گفتم گفتم؟ شما میگی بیا کشتی یونانی، کشتی یونانی واقعا من بابا نمیدونم. من دیدم تو عکسشون چه دریا مریاس، گفتم حتما اینجا دیگه. الناز ایلناز بابا ایلناز. باشه باشه خیلی به خدا الان یه چیزی یادم اومد. این امیر یه دوست داره از دوستای صمیمیش مهندس بهالو، از این آدم حسابیاست که تو این برجای دوقلوی کیشن. من هر دفعه میاد کیش میره پیشش. همه چیش به نام منه، اصلا فکر نمیکنه، نمیترسه، پوستشونو باید کرد. نه 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 بایستو بایستو بایستو، اینجوری نمیشه، با یه نقشه درست خدمتشو میرسیم. سب کن سلام. سلام سرکار خانم، خیلی خوش آمدیم. آقای بهارلو تشریف دارم. متاسفانه امرتون. من شوهرم مهندس امیری با دوستاش و خواهرشون اومدن اینجا. شاید هم خواهراشون. با یه خانمی تشریف آوردن. یه خانم. اتاقشون شمارش چنده؟ من یادم رفته. اتاق 15 هست، طبقه 15. بله خیلی ممنون. میخوام ببینم که خود غذا مزا ببریم بدیم میل کنن. بفرمایید. خواهرش. خواهش میکنم. مرسی. کیه؟
ببخشید، خیلی عذر میخوایم. ببخشید، ما همسه بغلیتون هستیم، سه تا دختر تنهاییم، یخ نداریم. شما یخ داریم؟ ببخشید، ولی ما خیلی گناه داریم، یخ نداریم. اینا چی میگیم بابا؟ اجازه بفرماییم. میگن ما سه تا دختر روایت روبرویی، یخ میخوایم. یخ؟ یخ یا نخ؟ ببین یخ، من هم یخ دارم، همون نخ دارم. ولی بری عزت جون، اگه بفهمه به کسی یخ دادم پوست من پاره میکنه. قسمت ها، سه تا دختر با پای خودشون اومدن دم در اتاقمون، به هوای یخ نخ میدن. یخ، یخ. آقا واقع کنیم دیگه. من مادرم، من موافقم، در رو واقع کن. ببینی، فقط بهشون بگیم خودتون بیاین تو یخ و وردارین، یا اینکه ما یخ رو براشون ببرید. شما یخ ببرید، نخ بگیرید. باز کن. تب کن، تب کن. بودو بودو. هم خوبه؟ من اکنم بگم بودم. سلام علیکم. این جارو مردم. احوال شما. بفرمایید داخل. جنب کن. بفرمایید خودتون یخاتون رو انتخاب کنید. بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. هتلو ماساژ خوبی داره، تایلندیش حرف نداره. شما تنیس بودید؟ میکاپش بگو. آخه شما همتون ماشاءالله خوشگلی، میکاپ نمیخواید. اینجا اتاق منه ها. اینو چه مرگتونه؟ چیکار داری میکنی؟ بلا خانم شما هم چه تونه؟ وای بذارین من دو کلوم بهتون حرف بزنم، اگه قانع نشدین بیاین منو بکشین. همین کارا رو کردین که شوهراتون از دستون فرار کردن، گفتن ما رو بدوز. بدبخت بچه کاکام حق داشت به خدا. کاکا چیه؟ کاکا تا اونجایی که من میدونم این معنی بسیار بده تو زبان فرانسه داره. تو شیراز همه به برادرشون میگن کاکو. امیر بچه برادرمه. امیر؟ امیر که شوهر من خانوم، من بیتام زن امیر. عزیزم وای نترس، وای سو بخواستم ماچت کنم، هاگت کنم، کاریت ندارم. اگه شما عمشی چطور من تالا نایدمه؟ برای که عرصتون دعوتم نکردید، منم با امیر قطع رابطه کردم. تال چهارمی هست یا پنجمی؟ چی؟ چه؟ امیر دوتا زن گرفته، من زن دومشم خانم، چی میگی شما؟ من دروغی گفتم. اصلا گیریم حرف شما درست، ولی حق نداشته به من دروغ بگه. یعنی چی چهار تا زن داشته؟ من نمیتونم اینو باور کنم. من نمیتونم دروغ شوهرمو تحمل کنم. منم نمیتونم. من با این پیشنهاد امیر که برام زعفرانی نور میگرفت میفروختم، یه خورد مشکلات زندگیم حل میکردم، دلار، یورو، درهم. بعدم کار فرهنگی میخواستم بکنم، یه بچه ایره از شهرستان اوبردم زیر بالپرم گرفتم، میخوام بکنمش ستاره آواز فولکلور. اسمش بابکه، بندش میشه بابک بندو. شما بیاین کار فرهنگی بکنین، اینقدر پول در میارید کار فرهنگی بکنید، مالیاتم ندید. با خانم این حرفا که شما میزنید چه ارتباطی به ما داره؟ چرا بحث عوض میکنی؟ عوض نمیکنم، اینا هم البته جایی هم نرفتن، من چاشش به خودم پاییدم شون. خلاف گنده شون ای که گفتن ما رو بیار کیش، تایلند که نرفتن. لاستون نه تو رو خدای برای کی تایلند هم میرفتن؟ آره بالا که نرفتن، فقط اومدن کیش. بدبختا رفتن یه ذره تو آب، یه فوتبال بلسی، یه کمی فوتبال، بعدم رفتن سوار ایشو شدن. لابد هلیکوپتر؟ نه کایت. نه پاراسه. نه با او یه چی دیگه اسمش بود، کلایدرمن. کلایدرمن که پیانیست بود خانوم. گلایدر. بله همسوار همون شدن دیگه، حالا هر چی ایول کنین دیگه. اتفاقا منم طرفدار زنام، فمینیزم، ولی اصلا دوست نمیدارم که آدم به هم دیگه دروغ بگه. نه مرد باید دروغ بگه نه زن. این دیگه من شما رو تصدیقتون میکنم، حرفتون درسته، ولی بابت این دروغشون هر کدومشون که ببینم یه پنجری میگیرم. چجوری؟ او دیگه من آدمشو دارم، به من اعتماد بکنید.
ببخشید چند نفر به چند نفر؟ دو نفر به دو نفر. من با اجازه تو میرم بیرون. خوبه واسه امیر که خیلی خوبه. حالا با این حالا شما چند وقت خونه بر دل ما میبونن بای به حال ما. سلطان قلبم تو هستی، تو هستی، دروازه های دلم را شکستی، پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی. اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را، سرشار مزار زوب و تمنا یار زیبا. اصلا این کارونه که دوست نمیدارم هیچ خوب نه. سلیمان میری تو؟ بله. بابک الان صدات گرفته، این چهار تخمه بخور بهتر میشه. من برات یه پیشنهاد دارم، نمیخواد سلطان قلبا رو بخونی. وایسا من بیام بهت بگم. وایسا بابک جو. خانما ببخشید، خسته نباشید. عزیزم یه قلوب بخور صدات باز بشه. بابک بده نهید والله، عارف بهتر از شما خونده، جسارت میکنم. شما که بهتر از عارف نمیتونی بخونی. آقای ابتهی به نظر شما بهتر نیست که آهنگوره با لحجه خودشون بخونن؟ به نظر من قرار با لحجه بخونن، موزیکا محلی خودشون خیلی جالب تره. اینجوری موفق ترم هستی، مردمم دوست میدارن. من هر کاری بتونم برات میکنم. تو کیش برات کنسرت میذارم، تو تهرونم وزارت کشور برات میگیرم. اتفاقا وزارت ارشاد به اینجور آهنگ ها بیشتر مجوز میده. خود من بیشتر دوست دارم اینا رو. برو تو اتاق فرمان گوش کن، من قول میدم که تو رو شرمنده نکنم. دو قلوب بخور، دو قلوب بخور. برو. از غم تو روزم عشق رو شو کنم، دل پر درد خامش رو خو کنم. از غم تو روزم عشق رو شو کنم، دل پر درد خامش رو خو کنم. مکمت رو غم تو سر کنم، اشتم مت رو سایه رفتو کنم. مکمت رو غم تو سر کنم، اشتم مت رو سایه رفتو کنم. اشتمه تو سایه رفت کنم. تو چه کارا کرده یادتون بیاد که خمه نو تماییمه تو چه کارا کرده از غم تو روزم عشق شو کنم دل پر درد خامش رو خو کنم از غم تو روزم عشق شو کنم دل پر درد خامش رو خو کنم مکنمت رو خغمت رو سر کنم اشتمه مت رو سایه رفت کنم مکنمت رو خغمت رو سر کنم اشتمه مت رو سایه رفت کنم Thank you.